به نام خداوند مهربان با عرض سلام و درود بر شما فرید احمد هستم. برنامه حاضر در مورد موجودیت، نقش و تاثیرگذاری نهادهای جامعه مدنی در کشور تهیه شده است. قبل از اینکه روی موجودیت، نقش و تاثیرگذاری جامعه مدنی بحث کنیم، خود اصطلاح جامعه مدنی را به تعریف میگیریم. جامعه مدنی آن بخش از روابط اجتماعی را میگویند که گروهها، اصناف، اقشار و تمام تجمعات انسانی به خاطر تحقق اهداف انسانی فارغ از سلطه و اقتدار حکومت، ولی در چوکات قانون با ارائه نظرات متعدد جمع شده و گرد هم می آیند. یا میتوان گفت جامعه مدنی دارنده اصول و روابط انسانی بر مبنای قانون است که شخصیت فرد از لحاظ آزادی های عقیدتی، آزادی بیان، انتخاب و سایر حقوق اجتماعی در آن تضمین شده باشند. باید گفت که این تعریف شاید نتواند مفهومی کلی از جامعه مدنی را ارائه دهد، چون تعریفی دیگر نیز وجود دارد. افزون بر این، آیا اصطلاح جامعه مدنی در اجتماع ما مانوس است و تفاوت کلی بین جامعه مدنی و نهاد جامعه مدنی در چیست؟ ما یک استرکچر عمومی به نام جامعه مدنی داریم و یک نهاد جامعه مدنی داریم که در استرکچر عمومی ما تفکیک قوا را داریم. بالای تفکیک قوا انجارها و قوانین است و در خود تفکیک قوا قوه اجرایه، قوه مقننه و قوه قضاییه است که هر کدام به کار خود و در همکاری و در همسویی میپردازند به کارها و مسئولیت‌هایی که مربوط به اونا است. و در پایین این استرکچر که در بالا انجارها و قوانین و تفکیک قوا است، ما شهروند داریم و در کنار شهروند نهادهای جامعه مدنی رو داریم که الزاماً نهاد جامعه مدنی فقط حقوقی نمیتونه باشه. میتونه یک نهاد جامعه مدنی یک نهاد باشه که خدمات صحی و خدمات اجتماعی ارائه بکنه. بنابراین استرکچر عمومی است که ما میگیم یک کشور مثلا جامعه مدنی داره، یعنی به جامعه مدنی رسیده. تفکیک قوا، انجارها، قوانین، شهروند و نهادهایی که ناظر بر کارکردهای حکومت به صورت عمومی است. این استرکچر عمومی است، منتها در افغانستان که ما بحث میکنیم بحث نهاد جامعه مدنی است. ما هنوز به جامعه مدنی که تفکیک قوا داشته باشیم و شهروند داشته باشیم، البته باز مدعی اشاره میکنم که هنوز خیلی از دوستای ما فکر میکنن که شهروند به معنای کسی که در شهر زندگی میکنه، در صورتی که چنین نیست. شهروند میتونه کسی باشه که در روستا زندگی بکنه ولی از حق قضاوت و عدالت برخوردار باشه. بنابراین ما در افغانستان متاسفانه هنوز این فرق و این تفاوت بین نهاد جامعه مدنی و جامعه مدنی هنوز جا نفتیده و هنوز مانوس نیست و همیشه یکی به جای دیگه در صحبت‌ها به اشتباه گرفته میشه. به خاطر شفاف ساختن و به خاطر روشن ساختن واژه اصطلاح جامعه مدنی و سایر واژه‌هایی که مرتبط به جامعه مدنی و قلمرو جامعه مدنی است، ما نیازمند به گفتگو و نیازمند به باز کردن گفتمان هستیم تا اینکه ما برسیم به او. گفتنی از ترویج و اصلاح فرهنگ و تبلیغات در عرصه منسجم سازی روحیه ملی، نظارت از قانون، گوش زد نمودن نارسایی های دولت به دولت مردان از وظایف رسالت های جامعه مدنی است. بر علاوه وظایف عمده دیگر نهادهای جامعه مدنی چی میتواند باشد؟ هرچند بر عقیده بعضی از افراد موجودیت نهادهای جامعه مدنی مانند رقیب در مقابل دولت است، آیا این دیدگاه صحت دارد؟ گریز از بربریت، گریز از بی‌قانونی و گریز از عزم گسستگی آمدن وارد شدن به یک فاز جدید شهری، مثلا جامعه که در اونجا شخص قانون حاکم است و به تعبیر بعض از دانشمندان تعریف میکنند که جامعه مدنی جامعه آگاهی ها است، یعنی مردم به حد مشارکت عالی در بین مردم ایجاد میشه توسط نهادهای جامعه مدنی برای مردم که مردم خودشان دیگه یک نوع فرهنگ سیاسی مشارکت شکل میگیره، فرهنگ عالی بالا که مردم همواره احساس مسئولیت دارن در قبال امنوان خود، در مقابل نظام خود و به گونه نوع روابط دو طرفه که ایجاد میشه. و در این جامعه
انباره مثلا خطب دموکراسی در جامعه وجود داره و در پهلوی ازی جامعه است که در اونجا فقط قانون حاکم است، فقط قانون حاکمیت میکنه. هرچی نهاد از زاده قانون است، هرچی از عمل کرده است از طرف دولت مدارا مطابق به قانون. یک تعبیری که واقعا اشتباه در بین مردم وجود داره به گونه مثلا تعبیر می است که نهادهای جامعه مدنی رقیب هستند در مقابل دولت، انبار مردم عوام رجوع میکنن برای از اینا و اینا مجبور هستند به دادخواهی از مردم عمل بکنن و انبار تضاد یا تنش بین دولت و نهادهای جامعه مدنی انبار وجود داره، در حالی که همچون مثلا نیست. در نفسش جامعه مدنی، نهادهای جامعه مدنی نهادهایی هستند که در همکاری با دولت قرار دارن و وجود دولت تایید میکنن، انباره مثلا دولت هایی که بر مبنای قانون و آرای مردم شکل میگیره اینو تایید میکنن و انباره نوع سؤولت دهنده هستن در اونجا، یعنی اینا انباره پل ارتباط میشن این نهادها بین دولت و بین مردم، که از این لحاظ نهاد جامعه مدنی نهاد است که موازی با دولت عمل میکنه و انباره در صدد تایید دولت، دولت هایی که قانونی هستن و انباره امگام با دولت به خاطر خدمت به مردم و به خاطر ایجاد آگاهی یا بالا بردن سطح آگاهی ها در جامعه است. اینکه فعالیت نهادهای جامعه مدنی روی اولویت های کاری متمرکز بوده یا خیر نیز قابل بحث است. تغییرات را که در جامعه خود میبینیم، خصوصا بعد از سپری شدن زمان سیاه طالبا، این خود ما باید تشخیص بکنیم که چه قسم نهادهای جامعه مدنی موقف خود در سطح افغانستان شناختن و کارهای قابل توجهی را انجام دادن. ما باید ببینیم که چقدر تغییرات در از نگاه سیاسی، از نگاه اجتماعی، از نگاه موقف خود زنها، از نگاه خانواده ها تغییرات آمده. از این لحاظ ما میتونیم بگوییم که نهادهای جامعه مدنی در سطح ولایت بلخ و در سطح افغانستان کارهای قابل ملاحظه ای را انجام دادن و اما قسمی که نیاز مردم بوده این نهادها فعالیت های خود داشته. در پولی از این کمی و کاستی های هم موجود بوده که این را هم باید چشم پوشی نکنیم و این کمی و کاستی ها را هم ما داشتیم و در صدد از این هستیم که در آینده باید همین هم رفع شود تا نهادهای جامعه مدنی که از نامش پیداست که اینا باید غیر سیاسی باشن، غیر انتفاعی باشن و مختص برای مردم باید باشن. اگر روی فلسفه جامعه مدنی ما بحث بکنیم، در حقیقت جامعه مدنی یک فرایند نهادمند در یک جامعه است که در برابر جامعه سیاسی قرار داره، یا به صورت واضح تر در حقیقت جامعه مدنی زمینه اجتماعی قدرت در یک جامعه سیاسی هست. اما در افغانستان از آن جایی که همه چیز در این مملکت وارداتی هست، تمام پدیده ها به شکل سمبول ها بدون در نظر داشت مقتضیات جامعه امروزی ما در حقیقت یا جامعه بسیار کهنه و سنتی ما آورده شده، مثل از ایست که مثلا تابلوهای گوناگون را ما در داخل یک هتل بیاویزیم، به این شکل جامعه سیاسی هم برای ما آورده شده در حقیقت و جامعه مدنی هم. مثلا در بخش سیاست امروز اگر تاریخچه دموکراسی را با مفهوم امروزش ما سرش صحبت بکنیم، با بمب‌های بی 52 به افغانستان آورده شد که بدنبال از او جامعه مدنی هم در مقابلش به شکل از اشکال شکل گرفت. در اینجا روی این ملحوظ جامعه مدنی در افغانستان در حقیقت ما او قسمی که امروز اطلاق میشه، مجموع اینجوهای را میگن که از نهادهای بین‌المللی و از نهادهایی که خواهان تحقق سیاست های دراز مدت خود در افغانستان هستند، کشورهایی که خواهان پروژه ها و برنامه های بسیار دراز مدت در منطقه دارن، از او فند میگیرن به اصطلاح امروز یا توسط از اونا تمویل میشن و دفترک های خود ریزی را در این گوشه و آن گوشه به نام جامعه مدنی و اینان ساختن. همچون نهادها در افغانستان از او جایی که از یک ریشه بسیار قدرتمند و از یک بنیه کاملا قوی اجتماعی برخوردار نیست، بنابراین تاثیرگذاری نهادهای فعلی که به اصطلاح به نام جامعه مدنی یاد میشن در سمت و سو دادن قدرت در افغانستان، در تاثیرگذاری برای آنچه شما فرایند سیاسی در افغانستان گفتین، نه تنها که محسوس نیست بلکه جامعه سیاسی بیمارتر ساخته. انتقادهای بیجا مثلا در بعض موارد صورت میگیره، یا مثلا در بسیاری موارد باعث گمراهی بیشتر اقشار مردم شده که خود مردم تاثیرگذار بر جامعه سیاسی در یک مملکت به حساب می آیند.